در خدمت شما آزان هستیم بخش اول برنامه هست و حضور دکتر سب شاولی ابراهیمی ماستر طب و استاد دانشگاه در برنامه با خود داریم در بخش اول در معرفی بخش های برنامه هم که یاد کردیم یک از موضوعات بسیار خوب مهم و موضوعات که یک مشکلی که برای بعضا برای بعضی از هموطنان ما هم پیش میشه شاید سوالاتی هم داشته باشه دیباره سوزیش میده هست گاهن در مورد مختلف در زمانهای مختلف شاید یک دفعه یک دفعه ای مشکل پیش میشه میده و یک قسم سوزش پیدا میکنه یا هم سلای آمش که دل دلجوشی میگن حالا این مشکل از کجا ایجاد میشه و چگونه بفهمیم که واقعا این مو سوزش میده هست دکتر صاحب با ما صحبت خواهیم کرد صبح شما بخیر دکتر صاحب خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردید تشکر آقای جوی ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم و امیدوار هستم که تمام بیننده های ما از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشند تشکر بخیر باشم دکتر صاحب در ابتدا اگر یک مقدمه یا شروعی داشته باشیم درباره اصل موضوع سوزش میده که میگیم منظور چی هست و چگونه درد را ما باید ورش سوزش میده بگوییم بسیار خوب در نخست خو امی خود میده که یکی از ساختمان ها یا اعضای مجواف عضلاتی بدن است که در قسمت علوی بطن و در قسمت سفلی صدر یا قفس سینه قرار دارد در قسمت مم. مرکزی البته زمانی که انسان ها مواد غذایی را میخوره یا بالا میکنه از طریق اورال و بالاخره از طریق میری به میده میرسه و در میده اگر ما بگیم به اصطلاح عامش که به مانند آسیاب مواد غذایی را میده میکنه و به هضم جذب آماده میسازه و بعضا می HCL یا تیزابیت و یک تعداد انزایم ها و هرمون های که پیپسین و گسترین است در میده به خاطر هضم و جذب مواد غذایی افراز میشه در صورت یک تعداد فاکتورهای دیگر هم است که خود میده اسیدیتی یا تیزابیتش بالا میره بالاخره سبب دلجوشی و ناراحتی اسیدیت یا تیزابیت میده میشه بله. که زیاد واقع میشه در اکثر دوستای ما و اکثر هموطنای ما رو زیاد با تکالیف یا با مشکلات مواجه ساخته و محسوس. بله این سوزش میده رو که یاد کردین دکتر صاحب چگونه یک فرد بفهمه مشکلی که برش پیش شده از سوزش میده هست یا دلجوشی هست یا مشکلات دیگر باشه این علایم نشانه های سوزش میده چی بوده میتونه خب یک شخص اگر میدهش سوزش داره یا سوزش دل داره یا دلجوشی داره واضح است که امی تیزاب یا مواد اسیدی میده ریفلکس میکنه یا طرف میریمیه حتی با ګلو او دهنش هم میتونا رسید برسه و یکت دو دوستان مو که اکثرا مواد غذایی حجی موسقیلو چرب استفاده میکنن بعد از غذا خوردن اگ استراحت میکنه محتویات میده به طرفی مری رفلکس میکنه و در اون صورت یک سوزش یک ناراحتی با مانند مثل که یک قسمت از بدن را توسط پل بریده باشه این تو بسیار یک سوزش غیر طاقت فرسا یعنی سوزش بسیار خراب یا درد بسیار شدید را بر شخص ایجاد میکنه که بالاخره سبب تهوع دلبدی و همچنان سبب سردردی و ناراحتی شخص میشه و حتی اگر حالت پیشرفته باشه شخص را به ضعف و بی‌حالی و تغییر فشار خون هم مواجه میسازه بله اگر درباره علت عوامل هم صحبت داشته باشیم دکتر صاحب چی چیز باعث میشه که مشکل بر یک فرد پیش از سوزش میده بر فرد پیش شود بسیار خوب شما ببینین در خود میده گفتیم که HCL افراز میشه و شما ببینید قدرت خداوند را زمانی که او تیزابه که با بسیار قدرت و توانی بسیار زیاد یعنی ای تیزاب یا ای اسید یا ای مواد حزم کننده مواد غذایی که در خود عضو مجوف ازالاتی یعنی خود میده زمانی که تیزاب به اندازه زیاد افراز میشه بخاطر حضم و جذب مواد غذایی در اینجا شما ببینین اگر بالا یک فلز یا آهن مانده شود آهن را زوب میکنه لکن خود میده را زرار رسانده نمیتونه یا معده رو تخریب نمیکنه اما در استثناءات آلات مرضی باز زرار رسان است در این صورت شما ببینین زمانی که اسیدیتی یا تیزابیت زیاد, زیاد میشه بالا میشه مم. لاور اسوفیجیل سفنتر یا بابل میده اولوی زمانی که ایجه یک سفنگتر وجود داره زمانی که مواد غذایی در میده جا میشه اجازه نمیده که طرف میری بره با اساس عوامل مختلف اگر نمی سفنگتر متضرر میشه در اون صورت محتویات میده یا تیزابیت میده دوباره طرف میری ریفلاکس میکنه نه. که در اون صورت اسیدیتی و تیزابیت در اکثر دوستای مواقع میشه کسانی که اختلالات روانی داره کسانی که معافیتشان پایین است انیمیک و کمخون هستند در خانم ها اکثرا در حالت های واقع شده میتونه یا حاملگی پس یک تعداد فاکتورهای دیگری هم وجود داره با مانند شما ببینین یک شخص از الیکو باکتر پایلوری اچ پایلوری یا باکتریای انتانی که غشای مخاطی میده را تخریب میکنه او در سیستم هضمی یا در میدهش وجود داره که اگر دوستای ما این را درست تشخیص نکنه با ماها و سالها دواهای های اسید یا کنترل کننده تیزابیت میده یا درد و سوزش را استفاده میکنن لکن نتیجه نمیده در اون جانتانات رشد میکنه سبب قرحات میده سبب پرفرشن میده یعنی سراخ شدن میده و سبب مشکلات های دیگر در سیستم حضمی شده میتونه پس امیدوار است دوستای ما که ایچ پایلیری دارن انتونش پایلوری برند به مرکز صحی ماینات لابراتوری انجام بدن و بالاخره معالجه خود یا دوا درمل خود را طبق توصیه های دکترای معالج و متخصص بگیرن ان شاء صحت یاب میشن بله بله استفاده از دخانیات استفاده از غذاهای تند و تیز و که کم ترش هم باشه اینا هم از جمله علت عوامل بوده میتونن چرا نه شما ببینین که دخانیات اگر در مجموع سیگارت است نسوار است چلم است یا مواد مخدر هیروین و کوکائین یا هر فراورده ای که اعتیاد آور است یا مخدر است او را استفاده میکنه که دین مقدس اسلام و تبابت او را البته منع قرار داده ماند. پس دوستای ما اگر استفاده میکنن سبب تنبیه یا سبب ازدیاد و سبب زیاد افراز شدن اسیدیتی میده میشه یعنی می تیزاب و اسید را زیاد افراز میکنه تنبیه کننده است ماند. و معافیت را پایین میره و همچنان زمینه را به خاطر رشد و تکسر باکتری ها یا میکروب های سیستم هضمی آمیده از مساعد میسازه از او خاطر دوستای ما اگر مخدرات یا دخانیات زیاد استفاده میکنن امیدوار هستن که کاهش بدن و یک علت هم است و یک تعداد غذاها رو هم شما یاد کردین واقعا تعدادی از غذاها به مانند چای، کافین، قهوه، نوشابه های گازدار، غذاهای بریانی و سرخ کرده همه و همه باعث تنبه یا رشد و افراز زیاد اسید میده میشه که بالاخره سبب سوزش و سبب تخریب غشای مخاطی میشه و شخص را دائم مبتلا به سوزش میده اسیدیتی تیزابیت و نراحتی میسازه البته تا زمانه که امی تیزاب یا اسید در میده وجود داره مشکل نیست هیچ مشکلی وجود نداره و در اونجا تحت کنترل است مانه. با غشای مخاطی میده یا با خود عذلی میده ضرر نمی رسونه ما گفتیم که زمانی که سفنکتر کاردیا یعنی اونمو بابل میده الوی که در قسمت بالایی میده به با طرف میری قرار داره اگه اون متضرر میشه با زیرمی تیزاب و محتویات طرف میری میه مانه. و بالاخره اونجا باز درد و سوزشش حس میشه خوابیدن بلا فاصله بعد از غذا خوردن یا همون در کشیدن شما در اول صحبت های تونم یاد کردین دکتر از, علتها ال... علت ها بوده میتونم؟ خب در کشیدن خب مشکل نداره لکن کسایی که گفتیم که در سفنگتره کاردیا یا در سفنگتر بالایی میده خود یعنی دروازه بالایی میدهش که با میری البته وصل است در اونجا یک عدم کفایه یک مشکل به وجود آمده که نمو سفنگتر نمی درست از اونجا وظیفه خود را درست انجام بده در اونجا باز بعضا دکتر سابای مخترم ما البته یک پروسیجر جرایی را انجام میتنه یک سفنگتر البته که مصنوی برش میسازن تا انو محتویات میده را اجازه نتن که طرف میری البته سیر کنه یا کنه یا دوباره برگشت کنه پس کسانی که با این مشکل مواجه هستند و بیس هستن یا غذاهای حجیم و سقیل و چرب و تند و تیز زیاد استفاده میکنن و دفعتا در بستر استراحت میکنند در او صورت بسیار با سهل و راحتی امی اسید و تیزابیت میده به طرف میری میره و ناراحتی را ایجاد میکنه پس امیدوار هستیم که دوستان دوستای ما زمانی که غذا را میخورن برای چند لحظه استراحت نکنن در جای خود بنشینن یا متکی خود را کمی بلند بونن سر خود را بلند نگه دارن تا یک نیم ساعت یک ساعت یک زمانی که بالاخره همین وظیفه هضم و جذب مواد غذایی در معده کاهش پیدا کند سعی کنید به امر خداوند مطال امی زمانی که ما و شما وعده غذایی ما میرسه یا غذا میخورید در اون صورت عصب ما بالای میده تنبیهات را وارد میکنه که اسید و تیزابیت و امو ها و هورمون های گاسترین و پیپسین زیاد افراز شوه به خاطر که غذا را هضم کنه و زمانی که این پروسه به پایان میرسه نمیشه ساعت یک ساعت بعد بالاخره امو ازدیاد یا بالاخره ترشوی اسید کاهش پیدا میکنه بستگی به سن سال هم داره دکتر صاحب علت عواملی که شما هم یاد کردین یا همین سوزش میده میتونه برای کسانی که سن های پایین داره یا برای اطفال خردسال هم پیش بیاد. بله در هر سن واقع شده میتونه لکن مشخص با یک سن ارتباط نداره کسانی که زیاتر گفتن که با فاکتورهایی که ضرر کننده یا زیان آور است از او استفاده میکنن زیاد مبتلا میشن و کسانی که واقعا سنش بالا میره در اون صورت واضی است که مافیاتش پایین می امراض سیستمی دیگر در اونجا با وجود می و یک تعداد دوستای ما که سنش بالا میره توان با فاکتورهایی که باعث تشدید اسیدیتی میاد میشه باعث رشد باکتری یا میکروب های میاد میشه در اون صورت زیاد مواجه میشن تابان سن بالا مافیات پایین است و امراض دیگر هم در اونجا وجود داره او اشخاص زیاتر در خطر قرار دارند و خانم های حامله نیمیک یا دارای معافیت پایین و کسانی که زیادتر گفتیم با این فاکتور هایی که باعث ازدیاد اسید میده میشه با او زیاد البته سر و کار دارن او مردم ها زیاد مبتلا میشه یک تعداد دوستای ما شما ببینید سن بالا است در اونجا امراض دیگری وجود داره در بدنشان مثلا التهابات مفاصل است یا امراض دیگری سیستم هضمی یا جلدی و یا هم امراض خون یا امراض دیگر در بدنش وجود داره تانسلیت داره یا نمونیا و سینه بغل داره در دا صورت یک تعداد آنتی ها و یک تعداد آنالژیک ها را استفاده میکنند یک گروپی از دواهایی است به نام نان استریوید انتنفلماتوری در یا دواهای غیر استریویدی ضد التهابی به مانند ایبوبروفین دکلوفینک اندومیتاسین پروکسیکام و همچنان نوپراکسون این دواهایی است که اگر از این دوا استفاده میکنه مهم. بالای غشای مخاطی معده تاثیرات سو وارد میکنه سبب تنبه و رشد و ترشح زیادی اسیدی میده میشه که مشکل را زیادتر میسازه پس امیدوار که دوستای ما دواهای انالجزیک را با مشوره دکتر و بعد از غذا بگیرن بله. دکتر صاحب گرچن علت عوامل وقت شناسایی شد ما میتوانیم بیشتر و خوبتر پیشگیری هم داشته باشیم از هر چیزی اگر بیشتر نکات را درباره این که بتونیم از سوزش میده یا از دلجوشی پیشگیری داشته باشیم یا وقایه داشته باشیم که مشکل ایجاد نشود چی هست بسیار خوب یک خود دوستای ما اگر مثال زیاد گرس نمی زمانی که عصب ما تنبیهات را در سه تایم غذایی مثال صبح چای میخوریم چاش چاشنان و شب هم به می شکل در این وقت بخواهیم نخواهیم در تایم معین و مشخصش عصب تنبیهات را برای سیستم هضمی یا معده وارد میکنه که در اونجا وقت غذا غذا میرسه و باید غذا را هضم جذب کنه نعم. در این صورت یک تعداد دوستای ما اگر با وقت معینش غذا را نمیخوره یعنی زیاد کار میکنه مصروف میباشه و بالاخره غذا نمیخوره در اونجا تیزاب ترشح میشه تیزاب با وقت و زمان معینش تنبیه میشه ترشح میشه باعث تخریش غشای مخاطی میده و باعث اسید و باعث قرهات میده میشه در این صورت امیدوار هستیم که غذا را دوستای ما با وقت و زمانش بخوره و در پهلوی زیاد هستند دکتر صاحب سب... از بس که سرشان به مو کار و وظیفه که حسن درگیر هستن مشغول هستن میگه ما هیچ متوجه نمیشیم ایام چارشت اینا رو مثلا که نان خوردن یاد ما میره بخیر بله اما ایت امید دوستای ما زیادتر مواجه میشن بله. پس امیدوار غذا رو با وقت و زمان معینش بخورن لا. و در پهلوی از گفتیم که غذاهایی که باعث تنبی اسید میده میشه گفتیم که غذاهای تند و تیز و بریانی و در پهلوی از مثال قهوه کافین کولا قبلا هم یاد کردیم این غذاها رو کم استفاده کنن و در بجای از غذاهای به مانند سوپ و شوروا اگه پخته استفاده شو و یک دوستای ما اگر اسید و میدیش بالا میره در اون صورت از آب سرد پاک استفاده کنه از شیر خالص جوش استفاده شده استفاده کنه که سرد شده باشه و در پالوی از دواهای تابلت و شروط های استفاده کنه زیاد مفید واقع میشه و فاکتور های گفتیم وجود داره که انالجزیک را کم استفاده کنه آنتونات و باکتر پالیری اچ پالیری خود از تداوی کنن و غذاهای یا عادت های ناسالمی که سبب تنبیه شدن عصب و تنبیه شدن غشای مخاطی میده به خاطر افراز HCL گاسترین و پیپسین به خاطر هضم و جذب مواد غذایی را کاهش بدن یعنی دوستای ما کوشش کنن که غذاها را با وقت و زمانش بخورن از انتانات خود را نگاه کنن موفیت خود را بلند داشته باشن هایجن سنیتیشن را مراد کنن غذاهای ملوث و آلوده یا آبها و غذاهایی که به غشای مخاطی میده یا سیستم هضمی ما ضرر میرسانه او را کاهش بدن چه زمانی این سوزش معده دکتر دا صاحب خطرناک بوده میتونم یا چه زمان بیشتر باید همتانان ما وقتی مشکل گرفتار میشه به دکتر صاحبا و در مراکز درمانی مراجعه بکنه بسیار خوب شما ببینید یک دوستای ما ما میبینیم که شما شنیده باشین و دیده باشین مخوضی دیده میمیتون قسم دوستا و مثال ما را که نه. مثال بخاطر امی اسیدیتیت یا تیزابیت میده خود دلجوشی خود بر نزد مراکسی و یا نزد دکتران امیره ما مراکسی در اون صورت بیرن امی دواهای انتی اسید اگر تابلیت از کپسول است یا شربت است رو خورده میرن با ماها و سالها نه. در اونجا مشکل اساسی جا به جا مانده یعنی دوامدار یا به شکل دوامدار از سید یا تیزاب میده و طرف میری رفتن بالاخره سبب قرحات یا سبب توم و سرطان های میری میشه مهم. همچنان سرطان ها و قرها زخم ها را در خود غشای مخاطی میده با وجود آورده میتونه و دوستای ما امیدوار هستیم زمانی که با ما یک مشکل مواجه میشن هر چیز زودتر تا معالجه صورت بگیره یعنی تا صورت بگیره تا در غیر او خطر پرفریشن قرهات یعنی سوراخ شدن میده یا میری زخم شدن میده و میری همچنان با وجود آوردن سرطان ها یا تومورها در میری و میده شده میتونه پس امیدوار که این موضوع رو بسیار جدی بگیرن و عادی فکر نکنن با محض یک به این مشکل گرفتار میشن دیگه باید به با دکتر سهبا با مراکز درمانی مراجعه بکنن تا تشخیص شود درست است خب با محض بعضی اوقات اما تو بسیار عادی مثلا ما شما پیاده روی میکنیم یا ایست که یکم که اختلالات روانی توشوش می داشته باشیم یا غذاها رو با وقتش نمیخوریم بعضی اوقات از جگر خونی هم میتونه شده که محبه. ما شما در کار بسیار تشویش کنیم در صورت باز هم اسید و تیزابیت زیاد ترشح میکنه از طریق عصب تنبی میشه به شکل موقتی اون حالت ما که دوباره درست درست خواب درست باشه غذا وقتش درست باشه سپورت شوه آب و غذاهایی که مفید استفاده شوه از غذاهای مضر استفاده نکنن یعنی ضرورت نیست اگه یک بار دو بار پنج بار واقع میشه به شکل موقتی قابل تشویش نیست لکن اگه دوامدار بار بار واقع میشه در صورت مشکلی وجود داره در سفنگتر بابل میده در اونجا مشکلی وجود داره که باید دوستای ما او را به مرکز برن تا کنن در غیر ازو گفتیم که قرهات زخم ها پرفریشن سراخ شدن و سرطان ها را به وجود آورده میتونه بله خیلی تشکر دکتر صاحب لطف کردین خیلی موضوعات مفید خیلی معلومات مفید را خدمت همتان عزیز ما همراه کردین در اخیر هم اگر صحبت های شما باقی مانده باشه یا هم حرف و پایام آخری داشته باشین ما در خدمتی بسیار خوب امیدوار هستیم دوستای ما در مجموع اگر خانم های حامل هستن اگر انسان های یا هموطن ما که سنش بالا است و یا جوان های ما هستن امیدوار هستیم که از نوشابه های گازدار از غذاهای بریانی یا سرخ کرده یا غذاهایی که در روغن زیاد بریان میشه از کم استفاده کنن قهوه کافئین چای و دخانیات که سیگرت و چلم و نسوار و در پهلوی از او مواد مخدره از هیروین و کوکایین از قطعا استفاده نکنند و در پهلوی از اگر برشان بعضا سوزش دل یا اسیدیتی میده یا تیزابیت سوزش درد میده واقع میشه در او صورت میتونند که از آب صاف و پاک سیهی همچنان از شیر جوش داده شده سرد شده و در پهلوی از از, از دواهای انتی که به شکل تابلیت کپسول و شربت وجود داره او را میتونن آزادانه استفاده کنن و بسیار مفید واقع میشه سوپ و شروع بخورن و و از عواملی که باعث زخمی شدن و باعث بعض امراض مزمن میشه در سیستم هزمی و میده از این انشاءالله جلوگیری کنه تشکر دکتر سیروانی